موشکاف. سلام به همسفرهای هر روزه موشکاف. آقا نماینده های پارلمان اروپا با این قدنامه هاشون آشی برای سیدعلی پختن که هر چی زمان میگذره داغتر میشه. دیگه کار کارگزارای ولایت از دیپلماسی گذشته، الان همه تو فاز پوش و پوشکاری هن. به نظر میرسد اعضای پارلمان اروپا دچار تنگی تفکر شدند و باورشان شده که خود استانداردهای مترقی در دموکراسی و انتخابات دارند. تنگی تفکر رو ول کن، تنگی نفس عظما رو بچسب که حتی ظریفشم خنده گلگ و شادشو گذاشته کنار و افتاده به خیر. پارلمان اروپا در جایگاهی نیست که درباره وضع حقوق بشر اظهار نظر کنه. وزیر خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن انتقاد شدید از قطعنامه اخیر ضد ایرانی پارلمان اروپا به فجایع حقوق بشری در قلب اروپا اشاره کرد و گفت ملت ایران به گروه‌هایی که در انتخابات کم رونق پارلمان اروپا رأی آوردن اجازه قضاوت درباره انتخابات باشکوه ایران رو نمیده. اینجاست که رگ انتری نژادی ظریفم بیرون میزنه. تازه این که چیزی نیست، از این به بعد دیگه چای قندپلو واسه مهمونای خارجی و چرخوندنشون تو تالار آینه وزارت خارجه منتفیه. رئیس دستگاه دیپلماسی این نکته را هم یادآور شد که دولت اجازه نمیده هیچ هیئت پارلمانی از اروپا با شروطی که در این قطعنامه اومده به ایران سفر کنن. حالا این شما و این اند قاطعیت دیپلماسی ولایت. پارلمان اروپا قطعنامه میده، بفرما که اینم جواب ولایت مدارش. به عنوان کمیسیون تخصصی طرحی رو طراحی کردیم و اون الزام اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای انگشت‌نگاری هنگام ورود به کشور ما. این کاری است که البته اونا از مدتی پیش آغاز کرده بودن، دولت محترم هم برای مقابله بخشنامه کرده بود، منتها الزام قانونی وجود نداشت. ما اینو داریم تبدیل میکنیم به یک الزام قانونی. به این میگن دیپلماسی انگشتی. قراره بسیجی خرکن باشه، اما مشکلش اینه که تاریخ در رفته است. گفتم بسیجی خرکن، یاد شربتمداری افتادم. راستی کجاست؟ هنناب گرفته؟ ها. نه بابا، نه فیوز پرونده، تو کار پنبه زنی کوسه و باندشه. اینها بدون تردید نشان می‌دهد که یک توافقاتی صورت گرفته است. امروز مسئله مردم این است که چرا مواضع دولت هیچ تناسبی با فشار غرب ندارد. غرب آشکارا دارد ما را تحقیر می‌کند و دولت می‌گوید به مذاکرات خوشبین است و منتقدین را متهم به کمسوادی می‌کند. خب راست میگه دیگه، شما که جد آباد نماینده های پارلمان اروپا رو آوردید جلو چشمشون. خب مینیموم اینه که میز مذاکرات رو چپ کنید دیگه، مگه قرار نیست اقتدار نشون بدید؟ بیا حرف لاریجانی هم همینه. پارلمان اروپا باید بفهمد که با ایران اسلامی همکاری سازنده را سامان می‌دهد و بداند تحت این شرایطی ملت ایران اسلام و احکام نورانیان را با مشوق‌های غرب معاوضه نمی‌کنند. حالا بنده موشکاف یه چیزی گفتم، تو که نباید جبگیر بشی زنبورک، تو که خیر سرت رئیس مجلسی. خوبه قبل از این پارسای خوابیده یه هماهنگی با دوروبریات بکنی که یه وقت یکی مثل این بروجردی اینجوری بند آب نده. برخلاف خواسته برخی نمایندگان مبنی بر توقف، روند مذاکرات هسته‌ای زیر نظر شورای عالی امنیت ملی به کار خود ادامه خواهد داد و همچون گذشته به تعهدات خود پایبند خواهد بود. بله، اقتدار زنگزده ولایت تو بنبست سرنگونی همین جاها معلوم میشه. بعد از اون همه دادار و دودور آخرش رسیدن به این که اوزی زهر رو بخور، یالا 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 یالا. ای سید علی گیج کردی تو همه بسیجیا رو، بگو چی کار کنیم وضع نظام نرخ دلار رو. آخه مجلس این یا جای مشتی آش و لاشه، نگو هیچی که دولتم داره میپوگی میپاشه. یه لحظه دست و پان همش میلرزه، خاک بر اون سرت بگو چی شده پس اون اتمی ها هسته. انتره میریخته با اون فیساتی ریفتش، بری شکن میزنه جلو خانومت حاجی خجسته. یالا یالا بیا عزما با هم بزنیم به چاک، سید اوزایه ها دیدی هممون رو کردن سید خاک. یالا یالا بیا عزما با هم بزنیم به چاک، سید اوزایه ها دیدی هممون رو کردن سید خاک. بند ناف تو بستی به بشار صد هیما فرستادی وسط، همسو بکوب و برو تو خلب، رسیده جونمون به لب. بدبختیم اگه بگیره بالا بالا حالا شلوخ بروخ شد دوباره اوزا بیخ شد. جون بابات بگو آخه این دفعه کی میخواد بده نظام و نجات. یالا یالا بیا عزما با هم بزنیم به چاک، سید اوزایه ها دیگه هممون رو کردن سید خاک. یالا یالا بیا عزما با هم بزنیم به چاک، سید اوزایه ها دیگه هممون رو کردن سید خاک. Stop.